رودی جولیانی، اپوزیسیون ایران به رهبری مریم رجوی می تواند رژیم ایران را سرنگون کند. سناتور لینزی گراهام، رژیم ایران یک حکومت نازیسم مذهبی است. شرکت ردیابی نفتکش ها، ذخایر نفت بی مشتری ایران به بیش از 111 میلیون بشکه رسید. شهردار رودی جولیانی طی مصاحبه اختصاصی با روزنامه اوکاز عربستان سعودی نسبت به تن دادن اروپایی‌ها به شانتاژ آخوندها هشدار داد. وی تأکید کرد رژیم ایران با ادامه دخالت‌های کنونی خود در کشورهای منطقه مرتکب یک اشتباه مرگبار می‌شود. رودی جولیانی قدرت مقاومت ایران برای تغییر رژیم آخوندی را خاطرنشان ساخت و توضیح داد مریم رجوی تنها کسی است که مردم ایران را با شایستگی و توانمندی تمام نمایندگی می کند. آنچه این اپوزیسیون نیاز دارد، حمایت معنوی و اخلاقی از جانب ایالات متحده و کشورهای اروپایی و سایر کشورها در سراسر جهان است. آنها می توانند کارشان را به سرانجام برسانند و تنها چیزی که نیاز دارند، حمایت معنوی است. همچنین مردم ایران می دانند که آنها می توانند رژیم تهران را سرنگون و یک دولت موقت که آنها را به دموکراسی رهنمون گردد برپا نمایند. Iran is trying to develop a nuclear bomb, not a power plant. سناتور گراهام از اعضای ارشد سنای آمریکا طی مصاحبه‌ای با مایکل هاکابی گفت: Standing up to the Ayatollah who's a religious Nazi. رژیم ایران سعی می‌کند بمب اتمی بسازد و نه نیروگاه اتمی. دونالد ترامپ با آخوندها که یک حکومت نازیسم مذهبی است مقابله می‌کند. ما باید پایمان را روی گلوی آنها حفظ کنیم، وگرنه آنها امنیت ما را به خطر می اندازند. اگر کسی رژیم ایران را متوقف نکند، دنیا آسیب می بیند. سناتور لینزی گراهام افزود، دونالد ترامپ آخوندها را به لحاظ اقتصادی به زانو درآورده است. دادن 150 میلیارد دلار به آخوندها احمقانه ترین اشتباه ما در تاریخ بوده است. رژیم ایران این پول را گرفت که خاورمیانه را تجزیه کند و ارتش خود را ارتقا دهد. وقتی آنها به شما میگویند که بمب نمیخواهند، دارند دروغ میگویند. He's took the money to dismember the Mideast to build up his military and so their economy is in a nosedive because of the sanctions. به گزارش شرکت بین‌المللی ردیابی نفتکش‌ها معروف به کپلر، میزان ذخایر نفت بی مشتری ایران در نفتکش‌ها نسبت به اردیبهشت ماه دو برابر شده است. بر اساس اطلاعات این منبع، میزان ذخایر نفت بی مشتری رژیم ایران در نفتکش‌های لنگر انداخته در خلیج فارس یا اطراف آن در ماه جاری به 56 میلیون بشکه رسیده است. به غیر از ذخیره نفت در دریا، آمارهای کپلر نشان می‌دهد رژیم ایران هم اکنون 55.5 میلیون بشکه نفت نیز در تأسیسات خشکی داخلی یا خارجی ذخیره کرده است که نسبت به سه ماه پیش 11 میلیون بشکه افزایش داشته است. کپلر میگوید رژیم ایران دیگر نفتکش چندانی برای انبار کردن نفت ندارد. نخست وزیر انگلستان اعلام کرد برای محافظت از کشتی‌های این کشور در تنگه هرمز نیروهای بیشتر به منطقه خلیج فارس اعزام می‌کند. روزنامه سان چاپ انگلستان نوشت دولت انگلستان تصمیم به افزایش نیروهای این کشور در خلیج فارس برای محافظت از کشتی‌های این کشور در تنگه هرمز کرده است. بر اساس این گزارش نیروهای اعزامی جدید در بحرین مستقر خواهند شد. مایک پومپئو طی مصاحبه‌ای از جمله در رابطه با تعهد آمریکا برای بازنگه داشتن تنگه هرمز گفت: بله، ما تنگه هرمز را بازنگه خواهیم داشت. ما یک طرح امنیتی دریانوردی تدوین خواهیم کرد. کشورها در سراسر جهان که منافعی در بازنگه داشتن این تنگه دارند، در این طرح شرکت خواهند کرد. وی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره شبه نظامیان حوثی گفت: این شبه نظامیان مجبورن انتخاب کنند که به همین کارهای اخلالگرانه خود ادامه دهند و موشکهای رژیم ایران را بپذیرند و آنها را به عربستان شلیک کنند یا خیر.